89 طالب مسلح در ولایت پنجشیر کشته شدند. بینندگان گرامی، درود بر شما. باز هم به یک دیگر از ویدیوهای خبری این کانال خوش آمدید. نبردهای دو روز گذشته، عبور چریکهای جبهه مقاومت از مرحله دفاعی به تهاجم. بر اساس اظهارات منابع محلی و رسانه ها، از دیروز بدین سو نبردهای شدید میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر اتفاق افتاده است. معمولا ابتکار جنگ در مناطق مقاومت در برابر طالبان جریان دارد. در دست طالبان است و این آنها هستند که زمان و مکان جنگ را انتخاب می کنند. اما این بار نیروهای جبهه مقاومت با برنامه‌ریزی جامع تقریبا در سرتاسر ولایت پنجشیر به موازی طالبان حمله کرده، در کنار این که تعداد زیادی از طالبان را به قتل رسانیده و زخمی ساختند، حدود 40 تن آنها را اسیر نیز کردند. در حالی که طالبان برای یک سالگی سلطه‌شان بر افغانستان در کابل و سایر شهرهای بزرگ آمادگی می‌گرفتند، در دره‌ها و روستاهای پنجشیر نیروهای مقاومت با حملات برق‌آسا و غافلگیر کننده سالگرد سلطه‌شان بر کابل را به کام آنها تلخ کردند. منابع نزدیک به نیروهای جبهه مقاومت در پنجشیر میگویند که این نیروها اینک به سلاح‌ها و جنگ افزارهای ثقیل که میتواند استحکامات دفاعی طالبان و وسایل زیری آنها را در فاصله های دور حدود 5 کیلومتر مورد هدف قرار بدهند مجهز شده اند. در طی دو هفته گذشته تاثیر این جنگ افزارها را در تغییر موازنه قدرت در ولایت پنجشیر به نفع نیروهای جبهه مقاومت ملی به خوبی میتوان مشاهده کرد. از جانب دیگر، وارد شدن نیروهای جبهه مقاومت به مرحله تهاجمی نشان دهنده روحیه بالا و انسجام فوق العاده این نیروهاست. بر اساس دکترین جنگ های پارتیزانی که عامر صاحب شهید قهرمان ملی کشور ما آن را تدوین و عملی کرده است، هرگاه نیروهای پارتیزانی از مرحله دفاع وارد مرحله تهاجم گردند، در حقیقت عمدترین مرحله جنگ های پارتیزانی را که همان ایجاد پایگاه ها، دسترسی به راه های مطمئن اکمالاتی و تأمین ارتباط میان قرارگاه های مختلف چریک هاست را به خوبی سپری کردند. عملکرد نیروهای جبهه مقاومت ملی در طی 3 هفته گذشته نشان می دهد که این نیروها حداقل در ولایت پنجشیر در حال گذار از مرحله اولی و ابتدایی به مرحله تهاجمی هستند و شکل دادن این گذار در طی یک سال دستاورد است فوق العاده بزرگ. گزارش ها از سایر پایگاه های جبهه مقاومت در شهرستان اندراب، خوست و فرنگ بغلان و برخی مناطق ولایت پروان و کاپیسا نیز حاکی از آن است که نیروهای جبهه مقاومت در این مناطق در حال گذر از مرحله دفاع به مرحله تهاجمند. و اما بر اساس گزارش منابع رسمی جبهه مقاومت، در نبردهای دو روز گذشته در ولایت پنجشیر به صورت مجموعی حدود 54 تن طالب کشته و 24 تنشان زخمی شده اند. سخنگوی جبهه مقاومت همچنان از اسارت بیش از 40 تن از افراد طالبان در دره آرزو خبر می‌دهد. در ویدیوها و تصاویری که از اسرای طالبان توسط جبهه مقاومت نشر شده است، دیده می‌شود که نیروهای جبهه مقاومت با اسرا رفتار انسانی دارند، برعکس طالبان که معمولاً اسرا را به شهادت می‌رسانند. نیروهای جبهه مقاومت خبر از مداوای 3 تن از زخمی‌های اسیر نیز می‌دهند. با اینکه تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه کسانی که اعضای خانواده‌هایشان توسط طالبان به شهادت رسانیده‌اند خواهان اعمال مجازات شدید نسبت به سرای طالبان هستند، اما فرماندهان جبهه مقاومت ملی اظهار داشتند که بر اساس دساتیر دین بومین اسلام، روش عامر صاحب شهید و اصول و قواعد بین‌المللی با اسرا برخورد صورت خواهد گرفت. فرمانده حسیب نبرد، یک تن از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت در منشین، در توییترش نوشته است: ما اسیر نمی کشیم، یا تسلیم شوید یا پنجشیر را ترک کنید. پنجشیر جای آرام و گروه تروریستی نیست. اعلامیه رسمی جبهه مقاومت ملی افغانستان: در نتیجه عملیات مشترک قرارگاه های جبهه مقاومت ملی در چندین منطقه از ولسوالی های ولایت پنجشیر، 89 طالب هلاک شده و 26 تن از اعضای دیگر این گروه زخم برداشتند. این عملیات در نخستین روز از سالگرد اشغال افغانستان به دست طالبان از سوی نیروهای دلیر جبهه مقاومت ملی انجام شد. در نتیجه عملیات مشترک قرارگاه شتل، رویدره، زمانکور و عنابه، 7 طالب در دره مرغی شهرستان شتل کشته شدند. در جریان عملیات مشترک قرارگاه فراج و نیروهای کماندوی مقاومت ملی، 6 طالب در فراج کشته شده و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. در یک عملیات دیگر در قرارگاه آبدره، 4 طالب کشته و 5 عضو دیگر این گروه زخمی شدند.
همچنان در نتیجه عملیات قرارگاه حصارک 13 طالب مسلح به هلاکت رسیده و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. حمله مشترک قرارگاه تلخه و منجهور نیز بر دشمن منجر به هلاکت 7 طالب گردید و عملیات قرارگاه عبدالاخیل شهرستان دره نیز 16 کشته بر جا گذاشت و بعضی مناطق از دست طالبان آزاد گردید. در جریان عملیات مشترک کماندوهای دره و قرارگاه شابه 18 طالب کشته و 5 تن این ملیشه های زخمی شدند. عملیات قرارگاه پشغور و کماندوهای شهرستان سیاول نیز منجر به کشته شدن 12 طالب مسلح گردید. در این عملیات دو رنجر نیروهای طالبان کاملا منهدم و 4 تن از آنان زخمی شدند. در عملیات مشترک کماندوهای پریان و قرارگاه کویسور ولایت پنجشیر هم 5 طالب کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند و 3 موتر نظامی دشمنان مردم افغانستان با یک تانک ضربتی آنان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها به دریا سقوط کرد. قابل یادآوری است که در نتیجه عملیات نیروهای دلیر جبهه مقاومت ملی در دره آرزوی ولسوالی عنابه 40 تن از جنگجویان طالبان اسیر و 5 تن دیگر این نیروها کشته شدند. حملات نیروهای سربکف و مقاومت ملی افغانستان از صبح روز گذشته به این سو بر مواضع طالبان آغاز شده است. از توجهتان خانه سپاس. وقتتون خوش. الله نگهدارتان.